بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته جامع شمل الدين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد آه. محمد عبد الفرج وعلى اله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما مولانا بقية الله في الاراضين الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم اجمعين الى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلة وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ روز عذاب ومصيبة هست بنام نامي واسم جرامي مولامون حضرت باب الهوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه این مصیبت بزرگ را به پیشگاه با عظمت مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولی نعمت بزرگمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله ها تسلیت عرض می کنیم امیدواریم خداوند با تعجیل در ظهور مولا صاحب الزمان ارواح نال تراب مقدم الفدا موجبات کمال شادمانی شیعیان و دوستان را فراهم بفرماید و همه ما را جزو یاران و سربازان با اخلاص امام زمانمون قرار بدهد باز هم به با عنوان عرض ادب و تسلیت به ساحت مقدس مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی تقدیم کنید آنی محمد عجل یکی از امامان دوازده گانه ای که خداوند متعال برای هدایت بشر اونها را به وسایت و جانشینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده است که اینها دارای مقامات بلندی هستند در علم و در عمل و شرایطی که برای امام هست در اینها جمع بوده است از علم و اسمت که اینها در درجه اول هستند در شرایط امام و همچنین شرایط دیگری که از جمله اونها صبر بر مصیبت ها است که از شعون همون عنوان اسمت هست و تحمل سختی ها و شدائد برای اینکه دین مقدس باقی بماند و از جای خودش به اصلاح متزلزل نشود رضا آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه چون که گوشه از زندگی نامه اون حضرت را سرور گرامی جناب آجای جوانمرد بیان فرمودند آقا موسی بن جعفر علیه السلام باز هم برای سلامتی علمای ربانی شیعه مخصوصا آیت لازمای شیرازی اجماعا صلوات دیگری تقدیم وجود مقدس آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه در سال 128 از هجرت در ابوا از مادر متولد گردید ابوا ناحیه بین مکه و مدینه است که در اونجا حضرت امام صادق علیه السلام در مراجعت از حج بودن چون که ابو بصیر روایت می کند گوید در خدمت آقا امام صادق علیه السلام به حج مشرف شدیم و در مراجعت در ابوا منزل کردن حضرت خیمه ها برپا شد خیمه امام علیه السلام و همراهان حضرت و خیمه هم برای بانوان بعد در اونجا آقا موسی بن جعفر علیه السلام از مادر متولد گردید والده ماجده اون حضرت جناب حمیده مصفات که مصفات به لحاظ اون پاکی و صفا و بزرگواری این بانوی مکرمه است این لقب رو یافته است و از بهترین و برترین بانوان اصر و زمان خود بوده است لذا امام صادق علیه السلام بانوان را دستور میدادند احیانا که در معارف دینشون احکام خدمت این بانو شرفیاب بشند و از ایشون معالم دین رو عقص کنن در کتاب حج فقها ها فتوا میدن طبق روایتی که در باب احجاج صبی هست در محضر علما و سروران درس پس میدم اونجا هست که آمدن از امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما کودکی همراه من هست در کاروان این کودک را چگونه به حج ببریم چه کار بکنیم امام علی السلام فرمودند برید از حمیده سوال کنید که حالا در زبان ها معروف به عنوان حمیده است ولی ضبطش گویا عنوان در به صلاح کتاب های نسب و کتاب های رجال اونجا حمیده ضبط شده است برید نزد ایشون و اون چه گفت راجع به حج کودک انجام بدهید آمدن از ایشون سوال کردن و ایشون احساح راهنمایی ها کرد و طبق همون رفتار کردن پس این بانوی مکرم دارای چنین مقامی بوده است مقام علمی و مقام تقوا که امام علیه السلام ارجاع میدهند در مسائل که برید و از ایشون سوال کنید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از سنین کودکی و نوجوانی در زمان امام صادق علیه السلام جلالت قدرشون بر اصحاب و یاران امام علیه السلام معلوم و مشهود بود دیگران هم اینا احیانا به خیال خودشون امتحان میکنند و بعد اثر این عظمت را مشاهده کردند مثل ابو حنیفه که آمد وارد شد و خانه امام صادق علیه السلام که وارد شد امام موسی بن جعفر علیه السلام در سنین کودکی بودند که به خیال خودش به رفیقش گفت ابو حنیفه من باید برم سوال کنم که نشون بدم که ها میگن که اینا امامانشون از سنین کودکی عالم هستند این مطلب نادرسته مثلا رفیقش بهش نصیحت کرد گفت این کار رو نکن خودت رو کوچک میکنی گفت نه باید انجام بدم وقتی آمد و از امام علیه السلام سوال کرد حضرت نگاه تندی دیوش کردن فرمودن یا شیخ اخطأت سوال باید با ادب باشی تو در خلاف آداب دینی رفتار کردی و چه کار کردم فرمود اول باید سلام می کردی دستور دین مقدس اسلام اینه اول سلام کنید بعد سوال کنید ابو حنیفه به قهقرا برگشت عقب عقب رفت دوباره آمد معدبانه سلام کرد و دوباره سوالش رو مطرح کرد امام علیه السلام پاسخ دادن به او که فقها ها در باب تخلی او روایت رو ذکر کنند و از جمله روایاتی است که به اون عمل میکنند فقها و طبق اون فتوا میدهند که آداب رو در چند جمله کوتاه امام علیه السلام بیان فرمودن باز سوال دیگه مطرح کرد از اعتقادات که المعصیت و ممن امام علیه السلام باز پاسخ محکمی برای او بیان فرمودن فرمودن از سه حالت خارج نیست یا اینکه بگویی معصیت از خدا سر می زند این خدا خلق می کند معصیت را که اینها جبریه اینطور به اصلاح می و بر این باور هستند فرمودن اگر این باشه اون خداوند متعال معصیت را خلق کرده در وجود انسان و انسان هیچ اراده ای ندارد چطور ممکن است خداوند متعال انسان را به سبب اون کیفر کند اون که گناهی نکرده او در حقیقت گناه از طرف خدا بوده است و اگر بگویی که خدا و بنده با هم مشارکت داشتن اون وقت اقوای شریک اینو کسی که شریک قوی تر هست چطور شریک ضعیف تر را کیفر بکند میمانه فرض سوم که گناه از بنده سر میزند و خداوند متعال اگر مشیتش تعلق بگیرد اون بنده را می زد و میبخشد گناه او را یا اینکه کیفر میکند کند اون در اختیار خداوند متعال است ابو حنیفه مجاب و محکوم گردید در برابر آقا موسی بن جعفر علیه السلام یا قضیه اون کشیش معروف مسیحی ها که شیخ کلینی علی الله مقامه شریف در کتاب ارزشمند کافی اونجا روایت رو نقل میکنه در باب مولد آقا موسی بن جعفر علیه السلام و شرح حال کوتاهی از این شخصیت برجسته مسیحی ها علامه مسیحی ها بوده است به نام بریه در کتاب های رجالی ما موجود است مثل شیخ توسی علی الله مقام و شریف شیخ الطائفه در فهرست اونجا نام این بریه را میبرد به عنوان یکی از معلفان شیعه ایشون بعد مستبصر شده شیعه شده به دست آقا موسبن جعفر علیه السلام جریانش از این قراره که شیخ کلینی به سند خودش روایت میکنه که برایه هفتاد سال از سنش گذشته بود و چند سال بود که در باب مسیحیت به شک و تردید افتاده بود لذا شهرهای مختلف میرفت و با علما بحث میکرد گفتگو میکرد ولی نتونسته بودن او را قانع کنند تا اینکه به او گفته شد در کوفه یه شخصیتی هست به نام حشام ابن حکم این آقا سخن برای گفتن زیاد داره و ممکن است که ایشون بتواند شما رو قانع بکنه لذا آمد به همراه تعداد بسیاری از کشیش های مسیحی اسقف های مسیحی که در روایت هست با صد نفر از کشیش ها و علمای مسیحی آمد در دکه جناب حشام ابن حکم حشام از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام آمد و اونجا جناب هشام تدریس میکرد علوم قرآنی را شاگردانش وقتی که به حساب متفرق شدند اون وقت صندلی گذاشت برای بریحه احترامش کرد و بریحه روی صندلی نشست بقیه همه ایستاده و تماشا میکنند که بریحه با هشام چگونه گفتگو میکند سوالاتی رو مطرح کرد هوشام همه رو پاسخ داد این بار هوشام به او سوالاتی مطرح کرد و اشکالاتی بر آیین مسیحیت بیان نمود به رسم اون زمان یعنی به وضعیتی که مسیحی ها داشتند و نتوانست به خوبی از عهده جواب بر بیاد بریه لذا با شک و تردید بیشتر برگشت به اون محلی که منزل گرفته بودن در کوفه یه خانم راهبه بود مشاور بریهه بود اون راهبه به بریهه گفت که اگر به راستی دنبال دین حق هستی از این آقا سوال کن از این هشام بگو آیا استادی دارد که ما نزد استاد او برویم و به نتیجه برسیم اما اگر چون چه دنبال رسیدن به حق نیستی راستی و دنبال معطل کردن خودت و دیگران هستی اون مطلب دیگری هست این جمله او رو تکن داد آمد نزد حشام به حشام گفت که آیا شما استادی داری؟ گفت بله اما استاد من در شهر مدینه است در حجاز میشه ما رو ببری نزد استاد خودت گفت مانعی نداره من کلاس ها متعتیل میکنم شما رو میبرم اونجا خدمت امام علیه السلام کلاس ها رو تعطیل کرد و بریهه و اون خانم راهبه با حشام حرکت کردن به مدینه وقتی که رسیدن به شهر مدینه بریهه بابی بی صبری گفت که همی الان بریم خدمت استاد شما آمدن هنوز امام صادق علیه السلام به بیرونی تشریف نیاورده بودن اما آقا موسی بن جعفر علیه السلام در اونجا حضور داشتند در سنین کودکی و نوجوانی چون امام علیه السلام در 20 سالگی بر مسند امامت نشستند حالا قبل از 20 سالگی چقدر سن آقا بوده است که تا ضبط نشده است در روایت ولی داره که امام علی السلام در سنین به نوجوانی بودن کودکی بودن که اینا وارد شدن خوشام معرفی کرد اینها رو به آقا موسی بن جعفر علیه السلام حضرت موسی بن جعفر سلام علیه خطاب کردن به برایه فرمودن معرفت تو نسبت به کتابتون چگونه است انجیل رو چطور میخوانی؟ عرض کرد من داناترین مردم مسیحی هستم به انجیل خیلی از همه من مسلطتر هستم واردتر هستم فرمودن تفسیر آن را چگونه بلد هستی گفت تفسیر اون را هم خوب میشناسم حضرت فرمودن پس از من بشنو شروع کردن حضرت انجیل را تلاوت کردن وقتی انجیل خوندن این راهب مسیحی کشیش مسیحی به وجد آمد سوگند یاد کرد گفت تا کنون پنجاه سال من دنبال کسی می گردم که این طور برای من انجیل بخواند و از خوندن انجیل که امام علیه السلام با خوندنشون و تلاوتشون اشاراتی داشتن به تفسیر اون جملات همونجا به دست امام علیه السلام مستبصر شد و شیعه شد و اون خانم راهبه هم همچنین اینا شیعه شدن به دست آقا موسی بن جعفر علیه السلام بعد امام صادق علیه السلام که وارد مجلس شدن حشام جریان رو به عرض رسانید حضرت این آیه را تلاوت کردن دریتا بعضها من بعض والله الله سمیع علیم بعد به آقا عرضه داشت شما این کتاب ها رو از کجا به دست آورده اید چگونه این کتاب ها را آموخته اید امام علیه السلام فرمودن از صاحبان اصلی اونها به ما به ارث رسیده است و ما از کسی اینها رو نیاموخته ایم که از افراد عادی و معمولی مثلا امام علیه السلام رو بخوان ارزود که آموزش بدهند وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون معاصر بودند با چهار نفر از فرعون های بن العباس که نام مقدس حضرت موسی است ولی با چهار فرعون اگر حضرت موسی بن عمران علیه السلام با یک فرعون مواجه بود آقا موسی بن جعفر علیه السلام با چهار فرعون مواجه بودند و معاصر بودند که هر یک از اینها قصد جان امام علیه السلام را نمودن و سرانجام به دست هارون امام علیه السلام به شهادت رسیدن اولین نفر منصور دوانیقی است منصور دوانیقی بعد از به شهادت رسوندن امام صادق علیه السلام در صدد کشتن آقا موسی جعفر علیه السلام هست و بارها قصد جان حضرت را نمود تا سرانجام قصد کرد که برود به مکه و بعد به مدینه بیاد و آقا موسی بن جعفر علیه السلام را دستگیر کند و به قتل برساند ابو ولاد از شخصیت های اصحاب امام علیه السلام در محضر سروران معظم اشاره میکنم. جریان صحیحه عبی ولاد که شیخ انصاری شیخ بزرگوار در کتاب مکاسب اون رو نقل کرده و بعد تعبیر به صحیحه می کند که صحیحه عبی ولاد از جمله شخصیت است که مورد وسوق هست نزد علمای شیعه ابو ولاد میگوید من رفتم خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام و با من مالی بود مبلغی بود که به اصلاح به امام علیه السلام تسلیم کردم حق امام علیه السلام بوده است و آقا به اصلاح این رو وقتی که دادم حضرت به من فرمودن ابو ولاد به یارانت پیام مرا برسان ابلغ اصحابک و قل لهم اتقوا الله عز وجل فانکم فی امارت جبار یعنی ابد دوانی به اونها پیغام مرا برسان که شما در زمان یک فرد جبار و خونریزی هستید یعنی به زمان ابو دوانیق بنسور دوانیقی هستید پس مواظب خودتون بوده باشید فام سکو السنتکم و توقعو علا انفسکم و دینکم مواظب زبانتون باشید خودتون رو در معرض کشته شدن قرار ندید تقیه پیشه کنید و جانتون را و دینتون را حفظ کنید از شر این ظالم و فعو ما تهبرون علینا و علیکم منه به دعا و اون چرا که حذر دارید نسبت به ما و نسبت به خودتون که از ناحیه این ستمگر به ما و شما وارد بشود به دعا اون را دفع بکنید که دعا مشکلات رو برطرف می کند فإن الدعا لله و طلب الله يرد البلاء و قد قدر و قضی و لم إلا اگر چون چه یک بلا و گرفتاری اونقدر نزدیک شده باشد که فقط اجرای اون منده باشد تنفیز بشود حتی در اون هنگام هم دعا مؤثر هست و اون بلا رو برطرف می کند مثل قضیه سلاح قوم حضرت یونس علی نبینا و آلی و علیه السلام که در روایت هست بلا آمد که قوم یونس را از بین ببرد ولی اینها چون به تعلیم اون عالم ربانی به درگاه خداوند استقاسه کردن توبه کردن بلا از اونها برطرف شد بلا دور شد از اونها امام علیه السلام اولو قضیه حضرت یونس را اشاره نمی کنند ولی این عنوان کلی رو بیان می که در جایی که بلا نازل شده باشد و تقدیر الهی باشد قضای الهی باشد اما هنوز به حساب تحقق پیدا نکرده عملا در خارج دعا میتونه اون را هم برطرف کند فعدا دعی الله و سئل صرف البلاء صرفا وقتی خدا را بخوانند و از خدا درخواست بکنند خداوند متعال اون بلا را به کلی برطرف میکند. کند فعله به دعا در دعا داشته باشید ان یک الله خداوند شر او را از سر شما کوتاه بکند ابو ولاد میگه برگشتم به کوفه به شیعیان خبر رسوندم آقا موسی بن جعفر علیه السلام این چنین فرمودند وقتی پیغام آقا رو رسندم همه شیعیان به درگاه خداوند التماس کردن استغاثه کردن دعا کردن که خداوند شر دوانیقی را کوتاه بکند خب ببینید تو پرانتز من اشاره کنم در این مجلس نورانی در این بیت علم و فضیلت که بلا را خداوند متعال به دعا برطرف می کند کدام بلا در این زمان بالاتر هست از غیبت امام زمان غیبت آقا امام زمان علی الله تعالی فرجه و شریف از هر بلا و گرفتاری برای ما و برای همه اهل عالم بیشتر می باشد که ما در چند دعا عرضه می داریم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا که علیه و آله و غیبت ولینا دومین شکوه ما بعد از شکوه از فقدان پیغمبرمون شکوه از جهت غیبت امام زمانمون هست و غیبت ولینا و غیبت امامنا در به تعبیرات ادعیه وارد شده است همینطور روایاتی که هست که مسئله غیبت امام علیه السلام یه مسئله بسیار سختی هست برای ما بنابراین باید بسیار اهتمام کنیم همونطوری که آقا موسی بن جعفر علیه السلام راهنمایی فرمودند به امر دعا همون خود آقا امام زمان عجل الله فرجه و شریف تأکید فرمودن و اکثر و دعا به تعجیل الفرج فا این فرجکم فرج همون کسرت دعا یا همون دعا فرج شماست که برای امام زمانمون دعا کنیم همون طوری که شیعیان زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام الهاه در دعا نمودن بعد منصور دوانقی حرکت کرد به سمت مکه برود هنوز به مکه نرسیده در بئر میمون اونجا به درک واصل شد و شیعیان از شر او خلاص شدند آقا موسی بن جعفر علیه السلام از شر او خلاص شدند که قصد کشتن امام علیه السلام داشت ابو ولاد میگه همون سال من باز مشرف شدم به حج و موفق شدم به دیدار آقا موسی جعفر علیه السلام حضرت وقتی که مرا دیدن فرمودند ای ابو ولاد کیف رأیتم نجاح ما امرتکم به و حثثتکم علی چگونه یافتی اون چرا که من به شما سفارش کردم و تأکید نمودم شما را برانگیختم بر آن یعنی کسرت دعا و الهاه به درگاه خداوند متعال دیدید چگونه خداوند شر این ظالم را کوتاه کرد پس همیشه دعا کنید مبادا از دعا کوتاهی کنید فرمودن اگر چنانچه چه بر یک مؤمنی بلایی نازل بشود و خداوند متعال او را ملهم نماید به دعا امید است که اون بلا و گرفتاری کوتاه باشد یو شکو ان بله ارشفت که الا کان کشف کل البلا و شیکا که کوتاه خواهد بود دفع اون بلا و برطرف شدن اون بلا اما اگر چون چه کسی دعا نکرد برای اون گرفتاری که برای او پیش آمده است اون بلا و گرفتاری ممکن است طول بکشد الا کان ذالک البلا طویلا فاذا نزل البلا به بالدعا وقتی بلا نازل می شود بر شما باد به دعا پس احتمام به دعا برای تعجیل فرج داشته باشیم که انشالله خداوند هر چه زودتر فرج مولامون صاحب از زمان را برساند و ما را در شمار یاران و سربازان با اخلاص اون حضرت قرار بدهد بعد از درک رفتن منصور دوانیقی مهدی عباسی روی کار آمد مهدی پسر منصوره منصور دوانیقی زمین چینی کرده است برای انحراف ازهان مردم از اول یه زمینه درست کردن که مهدی عبادت کند مثلا لباس سفید بپوشد و اینها که بگن مهدی موعود اینه بعضی از علما کشف کردن که ببینید اعجاز کلمات معصومین علیه مصطفی که در چندین روایت آمده است که مادر حضرت مهدی کنیز از جمله از خود آقا موسی بن جعفر علیه السلام که به جناب محمد ابن ابی عمیر فرمودن فرمودن که ابن سیدت الامام امام زمان امامی که غائب می شود فرزند سیدت الامام سرور کنیزان که وقتی اون عالم گفتن که میگن مهدی موجود ایشونه این مهدی عباسیه اون عالم گفت که چطور ممکن است که او باشد در حالی که مادر مهدی که پیغمبر فرموده است کنیزه و این آقا مادرش کنیز نیست که همین مطلب به صلاح قضیه را فیصله داد و نتونستن اینها جا بیندازن که این مهدی هست و مهدی عباسی آقا موسی بن جعفر علیه السلام را به بغداد طلبید و به زندان انداخت ولی چند شبی بیشتر حضرت در زندان نبودند که مهدی عباسی در خواب دید آقا امیر سلام علیه به او نهیب زدند و این آیه را بر او خواندند فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم حراسان از خواب پرید و دستور داد موسی بن جعفر علیه السلام را به مدینه برگردانند با عزت و احترام بعد از او هادی عباسی حکومت رو به دست گرفت اون ملعون اون هم تصمیم گرفت به کشتن آقا موسی بن جعفر علیه السلام ولی آقا موسی بن جعفر سلام علیه دعای جوشن صغیر رو خوندن در مفاتیح از این دعا برای دفع شر ظالمین بسیار عجیب این دعا امام و سایر ارزود که هوائج هم با خوندن این دعا دعای بسیار با عظمتی است امام علیه السلام وقتی این دعا رو خوندن فرمودن شر این ظالم از سر من کوتاه شد تاریخ گذاشتن بعد چند روز خبر درک رفتن هادی عباسی به مدینه رسید پرسیدن کی بوده معلوم شد همون ساعتی که آقا این دعا را خوندن او به هلاکت رسیده است و اما هارون آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو دستگیر کرد آمد به مدینه قطع او علیه صلاته علما سادات از وسط نماز آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو کشیدن آوردن نزد هارون نگویم چه گفت چگونه جسارت کرد یا صاحب از زمان بعد دستور داد دو تا محمل ترتیب دادن یکی به سمت بسره دیگری به سمت بغداد که ندانند شیعیان آقا رو کجا بردن آقا رو مدت یک سال در بصره زندانی کرد و بعد از اون آقا را به بغداد الطلابيد ودر انجا ما زال ينقل من سجن الى سجن السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي ساق المرض بحلق القيود والجنازه المنادى عليها بذل الاستخفاء واذكر عبادته في السجن منفردا طول النهار وجوف الليل والسحري حتى إذا سمه السندي في رطب قضى شهيدا مضى راض على القدر ولم يزال مكب مصفد مصفدا ولم يزال مصفدا مكبل حتى اذا بالسم قد رتب زهرانو تناول کرده زهر در بدن آقا تأثیر گذاشت آه به یارب یارب شب زنده داران به امید دل امیدوارا به اونهایی که در کشتی نشستن چو کشتیشان شکست دل بر تو بستن به آه و ناله تفلان محزون خلاصم کن از این زندان هارو ها آه اما بعد از شهادت هم جسارت کردن بدن شریف آقا را روی تخت پارهی گذاشتن از زندان بیرون آوردن این پیکر از کیست بر جسر بغداد که از کنج زندان گردید دا آزاد دارد به تن نشانه از ضرب تن آزیانه و اماما و مسموما و اماما و مسموما تابوت او هست از تخت در دنبال نعشش زهرای اتحب با قامت خمیده رنگ از رخش پریده و اماما و مسموما و اماما و مسموما ها اما دیگه بدن آقا را با عزت و احترام تشهی کردن بعد کفن قیمتی بر بدن آقا پوشند دلها به سوزد برای جد غریبش حسین و سریعا عالج الموت بلا شد لحیین ولا مد ردا الا لعنة الله <تصفح> على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أيام قلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وجعلنا من مقذية سلطانه وانصر من نصره واخذل من خذله واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها اللهم ويسر به عسرنا بيض به وجوهنا سلم به ديننا ودنيانا واحفظ وأيد به علماءنا العاملين وحماة الدين لا سيما من تشرفنا بمحضرهم اللهم واستجب به دعانا واشف به مرضانا واقض به حواجنا وتقبل به منا هذا القليل من التوسل بأحسن قبولك وارحم به موتانا لا سيما من سلف من هذا البيت الرفيع وهذا الجمع الشريف وابعث الارواح ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات